به نام یاد خدا، سلام و خسته نباشید عزیزان بیننده تلویزیون آریانا. با برنامه این هفته بندار باز هم خوش آمدید و این هفته هم من نور عرفان در این برنامه با مهمان عزیز خود، مهمان خانه های شما هستیم. خدا کند برنامه را تا آخر بیننده باشید. با مهمان خود قصه های شیرین خواهیم داشت. مهمان عزیز و گرانقدر این هفته ما کسی است که با چهرهش، با سیمایش، با صدایش، با فعالیتهایش شما آشنا هستین. کسی است که در پارلمان گذشته افغانستان عضو مجلس نمایندگان بود و از مردم نمایندگی میکرد. کسی است که همواره در برابر تصمیمهای که به نظر خودش یا به نفع مردم نبوده، همواره اعتراض کرده و اعتراضش گاهی اوقات باعث شده که وکلا در برابرش استفاده شوند و گاهی اوقات حتی اعتراضش به حد قوی می بود که نمیگذاشتند در ادامه جلسه پارلمان باشه. جناب داکتر سایر رمضان بشردوست در این هفته با خود داریم. با جناب بشردوست صاحب صحبت های شیرین خواهیم داشت. در رابطه با زندگی شخصیش بیشتر از خودش خواهیم شنید، در رابطه با فعالیت های امروزیش که امروز مصروف چی فعالیت ها است ازش خواهیم شنید. دکتر صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه، چی حال دارین؟ زمستان بخیر میگذره؟ علیک سلام، یک دنیا سپاس که به ما افتخار بخشیدین، دعوت کردید که مهمان شما و از طریق شما مهمان تمام خانه های افغان ها در داخل و خارج باشیم. افتخار شما لطف کردین که دعوت ما را پذیرفتین و در بندار این هفته با ما مهمان شدین. در خدمت هستم. شب و روز بخیر میگذره. بازمستان چی حال دارین؟ به دعای شما کدام مشکلی خاصی نداریم. دکتر صاحب شما رو چرا مردم قدر دوست دارن؟ علت دوست داشتنتان در چی است؟ اما را گاهی اوقات ما در برنامه عکس جناب دکتر صاحب به مهمان ها پیش میکنیم، واقعا تعجب میکنیم، یعنی نماینده های زیاد بودن در پارلمان یا فعلا در افغانستان هستن یا حال بیرون از افغانستان هستن، اما محبوبیت شما در بین مردم واقعا ما را متعجب میسازه. به نام حق و به یاد فقرا، بخصوص در این زمستان سرد که متاسفانه تعداد زیاد این مردم ما خانهایشان سرد است متاسفانه و دسترخانشان خالی است، و به تمام بینندگان شما سلام گرم در داخل و خارج از کشور. شروع کنیم با خاطره. در دوره 15 پارلمان تعدادی از افراد بسیار عمده جهادی های قبلی حکومت حزب دموکراتیک خلق و حتی تعدادی از اماراتی ها آمده بودند، کسایی که از امارات بریده بودند، راکیتی و نمیدونم هم سال یک روز داخل شدیم در حیات پارلمان. اینا با هم قصه میکردن، استاد بودن کلان رهبرایشان از چپی و جهادی و ماویستی و دموکراسی. من که داخل شدم، مردمی که آمده بود و باغبانا، اینا آمد طرف من سلام علیک کرد و من داغوش گرفتن. بعد اینا نگاه میکرد از چنگی چشم خود، به اصطلاح این صحنه رو نگاه میکرد. بعد من که خلاص شدم رفتم که با اینا سلام علیکی کنم، یکیش گفت که بشردوست ما اصلا نمیدانیم چرا چنین است، خودت در اینجا عالی داخل شدی، ما هم داخل شدیم، اینمی باغبان ها، اینمی مردم که آمده بودن برای مشکلاتشان در پارلمان، هیچ کدامش طرف ما نگاه نکرد. خود داخل شدیم مثل که اصل باشه، تمامشان طرفی تا آمد. در حالی که به من گفت که بشردوست من جانم تک تک است، چندین چرخ خوردم، نمیدونم 15 سال جهاد کردم، از فامیل خود شهید دادیم، و در حالی که خودت نکردی این کارا را، بازم این مردم. بعد من گفتم که ذلت و عزت دست خداوند است. دقیقا. چیزی که خدا داد پرسان نمیکنه به چی کیست. میگفتم در می 14 سال در پارلمان یک پایگاه نظامی بود، مردم از چهار کنج دنیا می آمدن، از چهار کنج افغانستان، از ولسوالی ها شکایت داشتن، مشکلات داشتن، از ولایات، دهات می آمدن. در دروازه اصلی که می رسیدن بعد اجازه نداشتن داخل شوند.
باید یا یک وکیل اینا را میبرد در داخل یا یک وکیل از داخل تلفن میکرد به قماندانی امو پوسته میگفت که تا اینا را داخل پارلمان میموند اجازه بدین که اینا داخل پارلمان. و من خدا شاهد است در 14 سال که وکیل بودم همیشه که میامدم پایین میشدم، از موتر با اینا سلام علیکی میکردم، پرسان میکردم که چی مشکل دارین. بعضی مشکلاتشان از توان من بود. من کتابچه داشتم در نوشته بود که با عرض سلام و احترام هموطن گرامی امید است که مشکلات این هموطن را مطابق قانون و عدالت حل کنید. قانون و عدالت هم سرخ رنگ سرخ نوشته شده بود و این مثلا در وزارت معارف مشکل داشت، بالاش نوشته میکردم وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی یا مثلا هر وزارتی که بود. بعضی توان من نبود، قانونا هم صلاحیت نداشتم. اینا رو میبردم در داخل پارلمان با. تقریبا 5-6-7-8-10 نفر من پیش ایناس پشتیم و من اینا رو از رای وکلا برده نمیتونستم چون ممنوع بود، باید از رای مردم میبردم. اینا رو از چندین تلاشی تیر میکردم خودم با اینا یک جای بودم. داخل که میرفتیم یا در کمیسیون های مربوطه، مثلا کمیسیون معارف شکایت داشت یا کمیسیون سم شکایات، در کمیسیون های مربوطه میبردم یا اینکه با وکیلش کار داشت آمده بود در کارت کمپین وکیلش در جیبش بود با هزار امید از فلان ولایت، اینم میبردم پیش وکیلش. من فکر میکردم که وقتی اینا رو پیش وکیلش که ببرم من داغوش میگیره، به من میگه بشردوست صاحب تشکر که شما اینقدر زحمت کشیدین، پایین شدین، موکل مرا توی جا آوردین، ای را پیش ما از رای مردم آوردین. برعکس تقریبا تمامشان اول خسر از اون موکل پتکه میکرد که تو چرا پیش بشردوست رفتی؟ میگوید من پیش بشردوست نرفتم، در دروازه پارلمان استاد بودم نیم ساعت بشردوست مرا داخل کردن در بر باران آفتاب چرا خانه نیومدی؟ میگفت آدرس خانیت نداریم. یا میگفت چرا تلفن نکردی؟ میگفت تو وکیل صاحب تلفن جواب نمیدادی. یک مظروف است که تلفن موکلات جواب نمیدی. بعد به جای که تشکر کنه از من به من میگفت چرا آوردی بعضیش. من اول نمیفهمیدم، واقعا بسیار مایوس میشدم، ناامید میشدم، میگفتم تو چرا آوردی یعنی چی؟ خود نماینده فلان ولایت هستی، وکیلش هستی، اینا موکلینت هست، مشکل دارن، آمدن قانونی بودم کاری کن نبود هیچ. با من بعضش میگفت که بشردوست ما برای خدمت نیومدیم، ایتا واضح میگفت برای من برای خدمت نیومدیم، برای خدمت نیومدیم به خاطر که ما رای که گرفتیم رای خریدیم با پول 100% نان دادیم، پول دادیم، فعلا ما باید حداقل مثلا 100 هزار افغانی که مصرف کردیم حداقل 200 هزار افغانی ما پیدا کنیم تا یک 100 هزار فایده خود کنیم، یکی در کمپاین دیگر ما باز چی کنیم پول بدیم. و اینا به من میگفت که، و راست هم میگفت، اول من دوست دقیق درک نمیکردم و بعد به من میگفت که بشردوست خودت نصف شب که موکلت پشت دروازه بیاد، نصف شب که مشکل داره خودت باید از خواب بالا شوی بری مشکلش حل کنی. من میگفتم روزی روشن من موکل شما رو پیشتون میارم مشکلش حل نمیکنین، از من میخواین که نصف شب؟ به من میگفت بشردوست اونا سر تق داره برات رای داد بدون پول پلو، کارتی کمپینت خریدن در افغانی، سی دی کمپینت خریدن، در کوچش کمپین میکردی نان برات میداد، اما ما کلی ما خریدیم. وقتی که احمد 100 افغانی گرفت و 1000 افغانی گرفت با من رای داد، دیگر وقت نداره که از من بخواد که من خدمت کنم، چون او رای نداد که من خدمت کنم برایش، او پول خود گرفت یا نان خورد خورد. بعد دقیقا من متوجه یک از موضوعات بسیار مهمم شدم که دقیقا مردم ما متاسفانه داکتر صاحب ببخشید نمیجه یک سوال برام پیدا شد، در این قسمت مردم ملامت بودن یا وکلا ملامت بودن؟ فکر میکنم اول مردم ملامت بود به نظر من، به خاطر که بعض وقت من صحبت میکردم میگفت بشردوست صاحب خب پلو نخوردیم یک چانس است، میگفتم که خب یک چاش پلو میخوری اما 5 سالت میفروشی تا 24 ساعت عزم میشه، بچه یا دختری را در پارلمان روان کن که تا ابد برید پلو بده، یعنی کشورت سر پای استاد کنه، کار ایجاد کنه، برید از منابع طبیعی استفاده کنه. از یک طرف این مردم، از یک طرف خود وکلا، به خاطر که هیچ وکیل حتی از پارلمان نمیفهمید پارلمان یعنی چیست، تا
تصورش از پارلمان این بود که قدرت است، بادیگارد است، لاند کروزر است، امکانات است. حتی تا آخر دوره پارلمانی از روشن فکرانش کلش که پرسان میکردیم بدید امتیاز شخصی میدیدن پارلمان، نه به عنوان یک رسالت، نه به عنوان یک مسئولیت. و به خاطر ایست که مثل که یک روز شوخی هم کردن فلانی را گفتن که تو خوی یک وظیفه را میتونی؟ گفتن فلانی که تانیست، من چرا نتانیم؟ او فلانی تانسته بود وقت به خاطر که جیب خود پر کرده بود. مردم ما فکر میکنم یک وزیر دوست داره که وزیر شد به جایی که از پول اجیر مامور دزدی کنه، رشوت بگیره، بیت المال چور کنه، حتی ماش و خرج دسترخوان خود از 100% ما رستوران ساخته بودیم، چاشت بهترین نان برای 400 نفر میدادیم. شاید در تاریخی سیاسی دنیا نباشد، من کلی تاریخ نخوندم. یا مثلا کسی وکیل شد که برایش مسئله قوم، مذهب و دست اسلام موجود نبود، مطرح نبود. هر وقتی که می آمدن ما در خدمتشان بودیم، برشان کار میکردیم. این هم سادگی وقتی موتر من میدید که با یک التوی سوزوکی که از موتورسیکل مصرفش کم است، یک نماد خاص گشته بود موترشان کاملا. و این را که در بین لاند کروزر ها میدید و این مردم یک امید پیدا میکردیم، یه مردم میگفت این نفر است از ما. و بعد من میخواستم که به مردم، برای دنیا، برای رهبرای کشور بفهمانم که میشود وکیل بود اما با یک موتری آلتو رفت. دقیقا من یک خاطری بسیار جالب، خود وقت بسیار زیاد میگیره. بشردوست صاحب اگر یک وقفه کوتاه بگیرید در رابطه با خاطرتان بعد از صحبت خواهیم کرد. وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. بیننده‌های عزیز، به ادامه برنامه بندار خوش آمدید و ما با جناب داکتر سایر رمضان بشردوست، نماینده سابق مردم در پارلمان افغانستان صحبت‌های داریم، صحبت‌های شیرینی است، تا آخر ما را دنبال کنید. جناب داکتر سایر، شما در رابطه به خاطری می‌خواستین صحبت کنید قبل از وقفه در پارلمان، بفرمایید، می‌شنویم. من به یقین هستم که مردم افغانستان مردم بسیار پاک است، صادق است، وطن دوست است، دلسوز است، به شرطی که در مقابلش وقتی هستی ثابت کنی که خودت هم این ارزش ها را داری. اما قدر صادق هستی، اما قدر واقعی است فرد. ما وقت از وزارت پلان من استعفا کردم، خیمه داشتیم در شارینا، در خیمه نشسته بودیم که یکی از رؤسای سابق ما آمد، رؤسایی که وزیر قبلی مقرر کرده بود. بعد من که آمدم خود تغییرات زیاد آوردیم. در خیمه نشست، به من گفت که من خاطره را قصه کنم وزیر صاحب. گفتم بگو چی است؟ گفت وقتی وزیر پلان شدی، دو سه هفته بعد یک در تالار کلی کارمندا و اجرا را جمع کردی، یک سخنرانی داشتی. در سخنرانی به ما گفت که اگر یک نفر رشوت بگیره، به چه کرزای باشم در این وزارت پای خود گذاشته نمیتونه. این سخنرانی را که من شنیدم، رفتیم در دفتر خود، امیت تنها در ریاست نشسته بودم، با خود فکر میکردم که رشوت بگیرم نگیرم چی کنم. بعد تصمیم گرفتم که رشوت بگیرم، به خاطر گفتم بشه شما پیش خود تصمیم گرفتید؟ نه، اما کارمند امام رئیس گفت. تصمیم گرفتم که رشوت بگیرم. گفتم بشردوست آمده از فرانسه، تا چال افغانی رو پیدا میکنه، تا ما رو دستگیر میکنه، من جیبای خود پر میکنم. به این فکر بودم، به این فکر تصمیم گرفته بودم که ام خانه سامان اجیر آمد، کسایی که بر رؤسا چای میبرن و دفترش پاک میکنه آمد، با من گفت رئیس وزیر صاحب در تشنابا میگرده. من هم تکان خوردم، گفتم وزیر صاحب تشنابا چی میکنه؟ گفت وزیر صاحب پیش از رئیس اداری و مالی است، پشتش است، قلم و کتابچه در دستشان است، داخل میشه در تشناب که گروپ سوخته. خب وزیر صاحب میگه که فردا صبح که آمدم این گروپ باید جور نباشه، جور باشه. او رئیس اداری برش گفته که ای که گروپ من تبدیل کنم، برای من 3 ماه وقت بدی. بعد وزیر پرسان میکنه که 3 ماه چرا؟ میگه این یک هفتهش پیشنهاد میشه، این میره در فلانی داره، در فلانی داره، تا از وزارت مالیه 50 افغانی را برای گروپ میکشیم بسیار وقت میگیره. اما بعد میگه وزیر پول در جیبش هست؟ میگه چند میشه این گروپ در بازار؟ میگه 100 افغانی. میگه 100 بگیر فردا. یا مثلا شیردان خراب است، یا امثال هم، یا در اداره میره چوکی خراب است،
کرزی صاحب من وقتی وزیر پلان شدم $2000 به من داد، گفت که وزیر صاحب مردم میاد تبریکی، این کلچه و کیک و بادام و پسته اینا بخر برای پذیرایی که از مردم پذیرایی. من در اولین مصاحبه خود در تلویزیون گفتم که هیچ کس تبریکی نیاید، شما منتظر باشین، وقتی من از کار خلاص شدم اگر کاری درست کرده بودم تبریکی بگین، اگر نکرده بودم بعد از همین پیسه من. بعد امیر رئیس با من گفت که من وقتی شنیدم، گفتم ای وزیر از فرانسه آمده میتونه کنجی مثل وزرای دیگه در فکر ایشونوش باشه و دبی بره و تاجیکستان اینا، ای در فکر ایست است که ما تشناب درست باشه و میزی و چوکی ما درست باشه، ای که قدر به ما کرامت و عزت قائل است، ای بسیار ناجوانمردی است که ما ایر بدنام کنیم. پس دکتر صاحب، راز محبوبیتتان همیست که در بین جامعه و مردم عین مردم خود فکر میکردین؟ راز محبوبیت فکر همیست که مردم بشردوست دوست دارند، چون مردم وطن دوست دارند، خاک دوست دارند، ارزش های اسلامی و ملی دوست دارند، یعنی خود در چهره من میبینند اثر قوم و زبان و خرد و کلان و حتی تنظیم از تنظیم های مختلف. و ما هم تا حالا دقیقا تمام فکر و ذکر من این است که خدا نخواسته یک روز در سراغ افغان به من بگوید که بشردوست به اعتماد من خیانت کردی. تا جایی که توانی ماست تلاش کردیم که برای مردم باشیم، مثل مردم باشیم، با خود اینا باشیم. اما یک نقطه رو من اشاره کنم، بعضی وقت حالی چون ما تقریبا 12 سال است که افغان ها کمک روان میکنند قطره قطره در کشورهای خارجی است، از نهادها، سازمانها، حکومتها، تاجرها رو مرد کردیم، افغان ها یادی و ما توضیح میکنیم و ویدیوش منتشر میکنیم. بعضی کس هاست که از طریق واتساپ به من میگه بشردوست خوب تخلصت بشردوست است، اما بشردوستی نمیکنی، ما رو کمک نمیکنی. مردم گلایه دارن از شما. من میگم که متاسفانه من اول فابریکه چاپ پیسه ندارم و دوم یک جادوگر نیستم که دست خود در جیب خود کنم. یه افغانای ماست که کارهای سخت میکنه، $100 $500 لوان میکنه، ما توضیح میکنیم. به خاطر است من میگم به هموطنان عزیز که امکانات کم است، امکاناتی میلیونی نیست، حتی امکاناتی چند نظاری نیست، و از اینا تقاضا دارم که از طریق واتساپ و ایمیل و مسنجر درخواست کمک نکنن، چون ما این شیوه کمک ما نیست. اگه شما دیده باشین ویدیوهای ما را در سرک و کوچه و پس کوچه میبریم کمک میکنیم، یعنی بعضی کسا فکر میکنه که ما در مقابل دردشان، گرسنگیشان بی‌تفاوت هستیم، در حالی که چنین نیست. امکانات متاسفانه کم. مطمئن هستم پیام شما را تمام هموطنان ما شنیدن و پس از این شما را درک خواهند کرد 100%. بیایم اگر بپرسیم آیا در خانه هم شما را بشردوست میگن یا تنها رمضان؟ نه، در خانه هیچی نمیگن، داکتر معمولا بعض وقت داکتر صاحب سایب نمیگن، سایب خوش اضافه کرده که بعد از این سایب اضافه کنن. بسیار خوب، پشت والمغالای جنگ و جدل پارلمان دقنا ورده این وقتهایی که بوتل جنگی میشد و یک وکیل دیگه وکیل متهم میکرد و اینا، یک چند روز پیش چندین دفعه است که بعضی هموطنان ها که دیدن با من گفتم بشردوست صاحب جوانتر شدی، بشاشتر شدی. گفتم شاید که راستم باشه، به خاطر که واقعا دردآور بود، رنجآور بود. ما در پارلمان یک فلسفه بسیار عجیب و غریب داره، چون سیستم غربی است، از غرب، از دموکراسی غرب، از زمان یونان ایره گرفتن، از ارسطو. در زمانهای سابق در غرب دیگه این فکر آمد، چون قدرت دست خدا بود در غرب، در بالا، و خدا هم از طریق نماینده خود این قدرت عملی میکرد، یا نمایندهش پادشاه بود یا پاپ بود. یک تعداد از فیلسوف‌ها تصمیم گرفتن که همین قدرت از آسمان بیارن در زمین، این از پیش خدا بگیرن بیارن در زمین. در زمین بعضی فیلسوف‌ها به این نظر بود که باید به مردم داده شود، بعضی به این نظر بود که باید به نخبگان داده شود، بعضی به این نظر بود که باید به پولدارا داده شود. فلسفه دموکراسی از اینجا آغاز شد، از اینجا آغاز میشه. و بعد ارسطو نظرش این بود که باید به مردم داده شود، یا مستقیم مردم حکومت میکنه یا نماینده خود تعیین میکنه. بعد مستقیم در بعضی کانتونهای سوئیس کوچک بود میکار میکردن، اما در کشورهای دیگر نمیشد، اینا نماینده انتخاب میکرد و این نماینده میامد در پارلمان. یعنی در فلسفه غرب اما قدرت الهی را داده بودن به نماینده مردم
که این میتونست از یک وکیلی انگلیسی بریتانیا یکی از مردم پرسان میکرد که شما چه قدرت دارین؟ گفته بود ما زن مرد ساخته نمیتونیم، مرد زن ساخته نمیتونیم، دیگر همه قدرت داریم. متاسفانه وکلایی که اینجا آمده بودن نه از قداست، نه از هیبت، نه از حیثیت، نه از صلاحیتی پارلمان چیز را نمیفهمید و نمیخواست بفهمند. مثل که قبلا شما گفتین کسایی بودن که فقط به خاطر جیب پر کردن آمده بودن، پس امو بود که حیثیت پارلمان از بین رفته بود، درست؟ حیثیتش از بین رفت، معامله یک ما یک کمیشن کار بودیم، یک معامله گر بودیم، یک از حتی خود وکلا بعض وقتا میگفت که ما که میریم در دفتر وزرا در منشیشی در سکرتاریایشی بین دیگه کمیشنکارا میشینیم، حتی نفر وزیر اولیت به کمیشنکارای دیگه میدهد تا به ما. یعنی به این اندازه اینا پایین خود آورده بودن، در حالی که ما میتونستیم رئیس جمهور رو محکمه کنیم، ما میتونستیم قاضی القضات محکمه کنیم، چون قانون اساسی این صلاحیت داده بود. و متاسفانه از روز اولی که کار شروع شد، زمان 1384، 29 قوس 1384 پارلمان شروع شد، 3 یا 4 جدی آقای قانونی رئیس ولسی جرگه بود اگه اشتباه نکنم، جلسه شروع شد، آقای قانونی بسیار بشاس، بسیار خوشحال، اولین بار بود که با این الفاظ و آخرین بار بود که با این الفاظ از حامد کرزی صحبت کرد که جلالت مآب رئیس بیرای جمهوری دولتی نمیدون موقت $10,000 به هر وکیل داده. یعنی پس تهداب پارلمان با پول گذاشته شده، چند روز تیر میشود از شروع کارش. وکلا خب اونجا جهادی بود، اونا تکبیر گفتن، از دموکرات ها چک چک کردن، از بعضی ها هورا گفتن، از دموکرات ها که خلق چند گروه بودن 100%، هر کس با عادتی که داشت. خب بعد یکی صدا کرد که چی وقت با ما میدهد قانونی دیگه با مو مثل یک فاتح باشه یک چیز، گفت کمی جلسه خلاص شود، پیش شما پولایتانو میگیرین، پیش معتمد صاحب برین، معتمد صاحب بر شما این پیسه رو میده. من کارت سرخ بالا کردم، اعتراض کردم. اعتراض را اولین اعتراض بوده باشه، طرف من نگاه کرد، قانونی صاحب گفت که بشردوست صاحب دیگه چی اعتراض است؟ گفتم رئیسم یک دفعه بشنو، قانون اصول وظایف داخلی میگوید کسی کارت سرخ بالا کنه حق داره که صحبت کنه، اگر صحبتش قانع کننده نبود، خلاف قانون اساسی بود، اگر صحبتش بر اساس اعتراض نبود مایکش قطع کن. شما میتونید مایک من قطع کنید؟ خب قانونی سم به ما گفت که مایکش روشن کنین. من گفتم که من 2 تا سوال دارم. سوال اولی من است که آقای حامدی کرزی این توفی که با ما داده $10,000 به هر وکیل و هر سناتور، تقریبا 301 وکیل و سناتور میشد، آیا از پیسی شخصی خود با ما داده یا از بیت المال داده؟ اگر از پیسی شخصی خود داده، خب رئیس چند روز پیش اعلان کرد که فقط 10,000 یورو داره در حساب بانکیش دالمان، دیگه کدوم پیسه نداره. پس سوالی است که آقای کرزی پول از کجا کرد؟ جواب قانونی صاحب باز چی بود؟ بعد گفتم اگر از بیت المال داده آقای کرزی بر اساس کدام قانون؟ بعد وکلاش سر صداش برآمد، جیغش برآمد که یکش کی گفت که دیوانه است و نمیدونم، یکش کی دلار نمیگیره، یکش کی یعنی این حرفا چیز چیز محبت و لطف رئیس دولت است. بعد من گفتم که من نمیگیرم چون پول حرام است و من $10,000 را نگرفتم. اما بود که شما را بیرون کردن دیگه سلسله آغاز شد. بعد از اون چی من بیرون نکردن، چون بسیار مصروف خوشحالی خود بودن. از امو آغاز متاسفانه پارلمان یک مقر معامله و اینا شد. بعضش میگفت که ما معامله گر نیستیم، به نحوی معامله بعضیش بر اساس بعضی در مقابل پول زیاد اساسیت نداشت، زیاد عاشق نبودن، اما قومشان بسیار مهم بود، یا زبانشان یا مذهبشان، متایرم خیانت میکردن. صحبت ها شیرین است، یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره برمیگردیم. چرا نه؟ در ایران تلویزیون درنو لیدون کو یو لنډه د عمل رو بیرته راګرز بنډار خبرونه سره پاس خغلی ډاکټر رمضان بشردوست سره زموږ خوږی کیسه لا هم پاتې دي. با ادامه بندار خوش آمدید. دکتر صاحب اگر از پارلمان بگذاریم بیایم، چون پارلمان واقعا یک فلسفه جداگانه داره و کسیش واقعا شاید به شما گاهی اوقات خوشایند بوده باشه و بیشتر ناخوش بوده باشه، آشپزی چه بلد هستین دکتر صاحب؟ آشپزی چون من تقریبا 23 سال مسافری کردم،
و در این 23 سال هم گرسنگی دیدیم، هم زندگی خوب دیدیم. وقتی که من شروع به درس دادن کردم در پاریس، وضع زندگی ما خوب شد. متها یک فلسفه من دارم که اول اسراف از دید من بسیار نادرست است که نباید اسراف شود، چون در دین ما میگوید اسراف کنیده برادر شیطان است. و دوم یک احساس همدردی و همبستگی از زمان بسیار جوانی در من بوده که مثلا من در وقتی که تحصیل میکردم در پانتون فاکولته حقوق علوم سیاسی، در رستورانش کار میکردم روزی 3 ساعت. همزمان تحصیل میکردم زمان کار میکردیم. ساعتی 11:30 میرفتیم در رستوران کار شروع میکردیم تا 1:30، بعد شب ساعتهای 6 تا 7:30 یا 8 اینا. و در اینجا نان ما مفت بود، همه چیز بود، میوه. حتی بعضی همکارا میوه با خود میبردن خانه خود بل. و من نمیخوردم. با من میگفت چرا؟ میگفتم که این تحریم کردیم، ما یک احساسی هم بستگی با کسایی که گرسنه است، بنابراین میتونیم که مشکل خود حل کنیم. دکتر صاحب، شما از تحصیل گفتین که در بخش حقوق علوم سیاسی تحصیل کردین. اگر بگوین که پانتون کابل داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان شما تحصیل کردین؟ پانتون من در فرانسه خواندم. وقتی که از فرانسه آمدیم، اولین فکر منم این بود که در کابل در پانتونش درس بدهیم. رفتیم در پانزه حقوق علوم سیاسی، متاسفانه هم کاری نکردن. بعد یک چند وقت پیش من وزیر پلان بودم که استادا دعوت کرده بودن، من خانه یکشان دعوت بودیم، کل استادا تقریبا بودن. یک بالان شد گفت که ما دیگه انتقاد نداریم بالای خودید، اما یک انتقاد داریم که شما یک دانشمند، یک دکترای حقوق علوم سیاسی، تیزیس نوشتین و چیزا رو خود وزارت تحصیلات عالی وقتی دیپلم تصدیق کردن آورده بودیم، شما به جای که بیاین دروازه پانتون بزنین، رفتین دروازه وزارت زدین. بعد من میخواستم جواب بگم، هم رئیس فاکولته حقوق علوم سیاسی، نمیدونم زنده است نیست، هر جای اگه زنده است، هر جای از خدا نعمت نصیبش کنه، آبش سرد باشه و نانش گرم، گفت که استادا رو گفت که همکارای عزیز همین جواب من به جایش میدهم. بعد بالا شد گفت که بشردوست آمد، تیزیسش بود، کتابش بود، تمام چیزها تصدیق شده بود. متاسفانه ما همکاری نکردیم، همین کل تصمیم گیرنده همکاری نکرد. بعد من در پانتونی دولتی البیرونی در فاکولته شریعت حقوق علوم سیاسی حقوق علوم قانون اساسی رو درس میدادم، حقوق بین المللی. بعد در تقریبا 5-6 پانتون در خصوصی تا 1397 من درس میدادم و کلی تحصیلات عالی رو در فرانسه انجام دادم تا سطح دکترا. تا سطح دکترا از اونجا گرفتم. یک چیزی که ما در لباسایتون میبینیم بیرق سه رنگ افغانستان است و از زمان گذشته تا نظام هر محفلی که میرین یا در هر رسانه‌ای که میرین امی لباس ما به تن شما میبینین. چطور است با واکنش های مواجه نشدین وقتی بیرون میشین؟ چرا نه، وقتی که طالبان در کابل آمدن 95%ش در آن روزهای اول من میشناختن. منظورم طالبان است که در سرگ و کوچه و بازار در چیزهای تلاشی وظیفه داشتن، اما 5%ش نمیشناختن. این 5%ش که میدید به من میگفت که داسده ایره او طرف کن، ای چی است؟ من میگفتم مشکلی نیست. وقتی که من میگفتم مشکلی نیست، یک از همکارای زنا که میدید همکار خوده که با من صحبت میکنه، او صدا میکرد که دخو بشر دوسته. او میامد بغل کشی رو شروع میکرد. ای ایران میموند که یعنی چیز ای چی است؟ من هم میشناسم، دوستم میشناسم. دوستش میشناخت. ولی خود 99% اینا میشناسن. بعضیش چند وقت عکس میگیرن، من شوخی میکنم میگم که خب مرفق نشه. بعد میگن نه، ما خود جهاد کردیم به خاطر بیرق نکردیم، ما جهاد به خاطر شریعت کردیم، به خاطر قوانینش کردیم. و متعالان هم بعضی طالب هاست که یا نمیشناسن یا در کوچه هستن چپ میزنن. چند روز پیش داخل شهر در موتر نشسته بودیم، موتر استاد کردن، تلاشی بود، طرف من نگاه کرد، بسیار متطبعی عادی به من گفت که چی وظیفه داری؟ گفتم بیکار هستم. به من گفت تذکره داری؟ گفتم ما تذکره دارم اینا. گفت به من نشان میدی تذکره را؟ گفتم متاسفانه در خانه یادم رفته. بعد بسیار منطقی به من گفت تذکره را که آدم میگیره خب باید پیش خودش باشه. گفتم چرا نه. و یکی طالبات معمولا نه فکر میکنه که بیرق
بیرق امریکاست از زمان کرزای است و اشرف غنی است. اما وقتی برش میگی که نه این بیرق بیرق استقلال افغانستان است، این 100 سال قدامت دارد و در این کلمه است، منبر است. این هیچ ربطی با آمدن امریکا، با آمدن کرزای و با آمدن عین وقای ندارد. و دقیقا این یک عکس العمل بود که من در سال 2008 اگه اشتباه نکنم در مقابل یک حادثه کردم که آقای اوباما اگر اشتباه نکنم دوری دوم ریاست جمهوری مراسم تحلیفش بود، یک شایعه شد در رسانه ها که بعضی سیاسیون دعوت کردن در مراسم تحلیف. این سیاست بعد ثابت شد که دروغ بوده، دعوت نکرده، یک شایعه چی بوده. این سیاسیون اینقدر افتخار میکردن، اینقدر مغرور شده بودن. من گفتم که در کشور ما، در فرهنگ ما، دوستی نزدیک با خارجی ها یک زمان ننگ بود، آر بود، این پنهان میکرد. حال اینا افتخار میکنه. گفتم اینا که میخواین با بیرق آمریکا و چین و فرانسه و آلمان و ایران و پاکستان و هند و کشورهای دیگر افتخار کنن، بیا بیرق همی کشور در گردن. از اموجا بود که شما با میل لباس رفتیم، این لباس ساختیم که یعنی ما غلام این همی کشور هستیم، این همی بیرقش سر ما حکومت میکنه. در پارلمان تقریبا 200 و چند گروپ پارلمانی دو بود، هر گروپ پارلمانی دوستی افغانستان آمریکا، افغانستان و ایران و فرانسه و پاکستان، خود با 200 کشور گروپ های پارلمانی داشتن و او کشوران با اینا رابطه داشت، دعوت میکرد، وابستگی داشتن با هم، وابستگی برس میدادن برنامه دعوت اینا. بعد جالب بود که من در هیچ کدام از اونها نبودم. بعد با من میگفتن بشردوست چرا در هیچ کدام نیستی؟ میگفتم یک کشور در دنیا نشان بده که دوست افغانستان باشه. هیچ کشور دوست خودت نیست، نبودن دوست، نبوده و نیست و نمیتونه باشه. و این یکی از بزرگترین اشتباهات دیپلماتیک کارلاکالانای کشور این بود که تصور میکرد که مثلا شوروی دوستش است یا آمریکا دوستش است یا ایران دوستش است. نه، او دوست منافع خود است، خودت یک وسیله هستی. روزی که منافعش اولی شد، مثل یک کاغذ، مثل که مثلا اشرف غنی را مغز متفکر دنیا ساختن اما دوزدم ساختن، اون آخرش اعلان کردن که چند میلیون دلار، یا مثلا کارمل یا شاشوجا را یا نمیدونم کل از اینا را، اینا فکر میکنن که او کشورها دوست جان است، اما این نمیفهمن که اونا دوست منافع خود است و از ما استفاده میکنه. به خاطر است که امیدوارم نخبگان کشور درک کنند که هیچ کشوری خارجی دوست افغانستان نیست و نمیتونه باشه. اگر باشه در واقع به سوگند و تعریف خود به کشورش خیانت کرده، چون هر رئیس جمهور و هر پاشا و هر صدر اعظم وقتی قدرت میگیره اولین مراسم تعریفی است که سوگند میخوره که از منافع ملی خودش دفاع کنه در هر شرایط. این یک نشانه است که ما غلام اینمی کشور هستیم، اینمی مردم هستیم. یک ربطی به و امروزی به شما یک نماد، یک نماد است امروز افغان شده، به چشم یک نماد میبینن. و ما همیشه هم گفتیم که در اوایل بعضی که اصرار میکرد میگفتم خب طالبان هم نمیخواه که ایر ما گزی دور کنیم، مجبوریم این لباس رو بندازیم دور. چون بدون از استفاده نمیشه. با موتر استکر بود، خون استکر بود، برداشته شد که مشکلی نبود. این اگر ما این دور کنیم، این از اینجا باید پاره شد. این لباس دیگر قابل استفاده نیست. این اگر دور بندازیم اسراف میشه. اسراف خود رهبرای طالبان از چند بودش مد نظر گرفت. رهبرای طالبان از همه بهتر میفهمه که اسراف در اسراف گناهی بزرگ است. دکتر، شما در صحبتهایتان از دو چهره سیاسی افغانستان که یکش چند سال پیش، دو سال پیش بگیریم تقریبا زمامدار این کشور بود، رئیس جمهور بود و یکی هم شریکش بود، دکتر صاحب عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، چی شد نام اینا را اختصار کردین به عین و غین اینا را مینامیدین؟ بعضی تصور کردن که یک توهین است و بعضی تصور کردن که چون اشرف غنی نامش با غین شروع میشه او را غین گذاشتیم، عبدالله چون نامش با عین شروع میشه او را عین گذاشتیم. اما یک فلسفه بسیار سیاسی فرهنگی عمیق دارد. معمولا در فرهنگ باستان کابلستان به کسی عین و غین میگفت که یک چشمش یک طرف کش میکرد، یک چشمش طرف دیگه، رای مستقیم نمیدید. وقتی که جان کیری در افغانستان آمد، یک شب من امیتاب بچن آمریکا برش میگفتم، وقتی آمد چاوکی ریاست جمهوری افغانستان تقسیم کرد، گفت نمیشه از اشرف غنی، نمیشه از عبدالله. یک قانون اساسی نو ساخت که کرزی امضا کرد،
سرمشی سازمان ملل نمایندهش امضا کرد و اشرف غنی امضا کرد، عبدالله و جان کری سفیر آمریکا در سفارت آمریکا، تمام چوکه های مهم برای اینا نصف کرده بود، از صلاحیت نصف شیا عین مقرر کردن نصف اسکین دقیقاً این ای با مالت حالت داشت که اینا یکیش عبدالله طرف یک طرف میکنه، میدونید اشرف غنی طرف دیگر مسک یک موتر یک اشترینگ داره، دو تا موتروان نشستن، اشرف غنی میگفت بریم طرف چپ، عبدالله میگفت نه بریم طرف راست. اینا با هم زده رو ای بودن که اشترینگ کدام طرف چی کنن. این مردم مردم راه راست و مستقیم و منافع ملی را تقریبا هیچ نمیدیدن، به خاطر اینکه من وقتی این صحنه را دیدم گفتم که عین و غین اونم داشت. پس همین اصطلاح سیاسی شما عین و غین یک نزدیکیت به نام اینا هم داشتن، یک اگه نام محمود و احمد می بودم ما مو عین و غین می گفتیم، به خاطر که از نظر سیاسی. بعد حتی به من قصه میکردن بعضی که در خانه ایزنا که کار میکرد میگفت که این عین و غین به اندازه چی شده، وقتی مثلا اینا فامیلش در خارج بودن، از عبدالله دین بود، از اشرف غنی در آمریکا، میگفت که وقتی تلفن میاد که ما میریم تلفن میگیریم، مثلا بچهش یا دخترش سوال میکنه که عین در خانه است یا نه. پس یک تصادف بوده که امی اصطلاح سیاسی شما با نام اینا هم خانی داشت. کاملا اینا یک تصادف بود. محمود می بودن چون واقعا یک سرنوشت یک کشور را مثل یک موتر را که یک کشور در سر مقایسه کنیم، یک شترینگ است و در این موتر دو موتروان شانده میشه و دو موتروان با افکار متضاد، با اهداف متضاد، با فرهنگ متضاد و دقیقا افغانستان رو به یک فاجعه کشیدن. قصه ها واقعا شیرین از دکتر صاحب. یک وقفه کوتاه میگیریم، میشنم میفهمیم که چه قسم تیر میشه دقایق. بیننده‌های عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم با برنامه بندار، باشین با جناب دکتر صاحب رمضان بشردوست، قصه های دیگه هم داریم. د آریانا تلویزیون په ځانګړي توګه د بنډار خپرونې درنو لیدونکو بیا هم د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. او ما سره په څنګ کې قدرمند میلمه ښاغلی ډاکټر رمضان بشردوست دی، او د سره به نورې کیسې هم ولرو. ډاکټر صاحب، د خپرونې په دې برخه کې مونږ یو څو عکسونه لرو، غواړم چې دغه عکسونه تاسو ته وښیم او د دې اشخاصو په تړاو ستاسو نظر غواړم له ځانه سره ولرم او لیدونکو ته وړاندې کوي. په چوپړ کې مننه. لومړنی عکس ښاغلی محمد محقق، له بده مرغه دوی خو ادعا کول چې د خپل قوم سره ده، د هغه په قصه او غوسه کې ده، او په بد حالت کې هغه پرېښودل. او ځینو زه خو په دې باور یم چې د خپل قوم دپاره هم خدمت ونه کړ، ځکه چې اوس د ده قوم په غار ژوند کوي په بامیان، او دوی معنی درلود، لان کورزرون درلود، نه یوازې محقق بلکې د هزارگان و ټول مشرانو، نه یوازې د هزارگان و د پښتانه، د تاجیک، د ازبک، دوی حتی د خپل قوم خیانت وکړ په خپل قوم که دوی کار یعنی نه یوازې دا چې ټول ملت خدمت ونه کړ، خپل قوم ته هم خدمت ونه کړ. بالکل، اوس د دوی قوم ځینو خلکو دا چې د وچې ډوډۍ پیسې نه لري، څنګه زه کولی شم چې د تا سره مینه لرم چې ته وژې او تږی یې او زه لان کروزر ولرم، پلو چلو ولرم، او عیاشي وکړم، د بېلګې په توګه ښه ژوند ولرم. د دې دپاره دي چې د افغانستان په تاریخ کې نه د پښتون مشرانو، نه د تاجیک، نه د ازبک، او نه د هزاره، او نه د نورو قومونو مشرانو، حتی د خپل قوم پرېږده، ولوس خو پرېږده، حتی د خپل د کورنۍ د غری په قصه و غوسه کې نه و، د ده کاکا، د ده ماما په ډېر بد حالت کې ژوند کول، یا حتی په کلی دوی په دا کلی په خپل ولوس کې ظلم کول، دغه ځمکه واخله په هغه کې ظلم وکړه، که دوی د خپل قوم که پښتون د پښتانه سره کار کول، که هزاره مشران د هزارګانو سره، که ازبکان د ازبکان و تاجکان د تاجکان، خود دا څلور قوم اوس خو یو ښه ژوند درلود. د دې دپاره دي چې له بده مرغه د افغانستان په تاریخ کې هغه څوک چې د قوم خبرې کول، د قوم شعار ورکول، د دوی دپاره قوم، ژبې، مذهب، دین، دیموکراسي، حقوق بشر، جهاد، یو دکانداري جوړ کړی و، یو تجارت، یو سوداګري کول. دوی له بعده مرغه اوس ټول په بهرنیو هیوادونو ژوند کوي، اما د ځانه پوښتنې نه کوي چې اوس باید د خپل قوم په څنګ کې وي. دویم عکس عطا محمد نور،
د جمهوریت په وخت کې د بلخ پخوانی والی چې بیا په وروستیو کې لري هم سره خپل مقام د پلان وزیر هم چې مزار شفت زولاله مالته یو مش هر ولایت چې ما سفر کول هغه وخت د ما برنامه دا و چې باید بندونه جوړ شي بیا په مزار چې ورسیدم خو ډېر هغه وخت یو امپراتور په جمهوریت کې یو بل امپراتور و بالکل خود هر یو دا هر یو په خپل بس او توان دا ټولو مشرانو هغه د هغه وخت ټولو د خپل په ساحه کې یو امپراتور و له بده مرغه او دا خو د هیواد دپاره ډېر خطرناک و بیا ما عطا محمد نور ته ما وویل چې ما چې ورسېدل د شاروالي په هوټل کې مې ولاړ بیا د عطا محمد سړی راغی ما ته وویل وزیر صاحب دلته څه کوي ما وویل چې خو دلته شپه دلته یو راتللی نو نه ما ته وویل چې بشردوست صاحب وزیر صاحب والی صاحب معنی لري هلته د میلمه یو غټه ځای لري هلته باید ولاړ شي بیا ما وویل چې زه د والی صاحب میلمه نه یم زه د دولت میلمه یم دا میلمستون د دولت ده بیا سبا په خپله راغی ما ته وویل چې یو برنامه ده په پوهنتون کې هلته موږ ته بلنه ورکړی دي زما برنامه نه و چې هلته ولاړ شم اما ته چې دلته راغلی یې او زه پوهېږم چې ته تحصیل کرده یې که پوهنتون ته ځي وینا کوي زه د تا سره ځم بیا هلته ولاړو وینا مې وکړ بیا ما عطا محمد نور ته وویل چې زه راغلی یم چې وګورم په د تاسو په ولایت کې کوم ځای یو ښه بند کولی شي جوړېدای شي بالکل ما ته وویل چې چشمی صفا یا شفا چشمه اوس نوم هېر کړی دی بیا هلته ولاړو د وزارت پلان انجینرانو د شاروالي انجینرانو او بیا د ولایت نه درې څلور پخپله هم و که زه اشتباه ونه کړم بیا ما وویل چې والي صاحب که دا بند جوړ کړي د تا نوم په تاریخ کې پاتې کېږي اما له بده مرغه کوم کار ونه کړ دوی هېڅ د باور نه ده زه نه پوهېږم چې یو سړی چې ځانه تاجک وایي او وایي چې د تاجک سره مینې لرم یا افغان وایي یا خراسانی وایي یا آریایی وایي یا مسلمان وایي یا هزاره وایي څنګه کولی شي چې پلو چلو وخوري په معنی کې ژوند وکړي لانکروزونونه ولري یو نکتایي زر ډالر وشي یو ساعت پنځو زره ډالر وشي هغه وخت چې د دې هزاره وژی ده چې د دې تاجک وجه ده د دې پښتون وجه ده د دې ازبک وجه ده یا پشهی و نورستانی و تاتار و بلوچ و ایماق د بیلګې په توګه زه نه پوهېږم چې څنګه د دوی وجدان دا اجازه ورکوي دوی ته او څنګه په دا حالت کې دوی وایي چې زه د خپل قوم یا د خپل ولوس یا د خپل خاوره یا د خپل هیواد مینوال یم او غواړم چې کار وکړم زه په دې باور یم چې له بده مرغه د افغانستان ولوس باید د تاریخ نه پند واخلي او باید شعار ونه مني هغه سړی چې په عمل کې واقعا د دوی سره ده باید که د هر قوم و مذهب د اسلام په صدر کې نه و چې د حضرت علي نه پوښتنه وکړي چې ته شیعه یا ته سنی یا د حضرت عمر نه هغوی به حیران پاتې شي چې دا څه وایي دوی یو جومات درلود یو مازین درلود یو لمانځه کول اودس کول او دا خو بل یو سل پنځوس کاله وروسته راغی د دې دپاره دی چې د افغانستان ولوس ډېر ښه ولوس ده اما د دوی مشرانو په هر دوره او په هر تاریخ د هر قوم و مذهب و ایدئولوژي دوی واقعا د خپل ولوس د خپل تنظیم د خلکو د خپل قوم د خلکو سره نه یوازې مرسته ونه کړل خدمت ونه کړل بلکې خیانت هم وکړل او وروستی تصویر ممکن تاسو ته به جالب هم وي خپله داکتر صاحب رمضان بشردوست په دې تړاو څه ویل وایي زه خو په دې باور یم چې یو عادي انسان ده یو ګناهکار انسان ده دا خو بله شکه چې عادي ژوند وکړي یو عادي انسان پاتې شي نو کراسو د خبرونه دوام ته نور پښتنې هم لرو سوالای ای بخش برنامه مو دو گزینه ای است فقط باید یکش انتخاب کنین امارت یا جمهوریت نه امارت نه جمهوریت غنی یا عبدالله نی عبدالله نی امریکا یا پاکستان نه امریکا نه پاکستان
چون همونطور که من گفتم اشتباه بزرگ است که ما فکر کنیم یک متل بسیار چیز در زبان میگن بسیار بیادبانه میشه. من اون متل یک جای دیگه پیدا کردیم که کم مؤدب شوه مؤدبانه شوه، میگن مولی سرخ برادر مولی سفید. آها، در زبان چیق و یک چیز دیگه میگن. یعنی امریکا و پاکستان با هم مشابه تقریبا هیچ کل کشور. سیاه، سرخ، سبز یا تنها سفید؟ سفید. سفید چون نشانه پاکی، شفافیت و نشانه لباس رهبران صدر اسلام، صحابه و بخصوص پیامبر ما. بسیار خوب. پول یا موقف اجتماعی؟ پول به اندازه که بخور نمیر باشه، موقف اجتماعی به اندازه که کسی لعنت نگوید، بد نگوید. یعنی موقف در جا در قلب مردم، نه در چیز. صداقت یا شجاعت؟ فکر میکنم که جدا ناپذیر است به نظر من. اردوشن با هم ربط؟ کاملا نمیتونه آدم صادق باشه و شجاع نباشه. چون شهرت یا محبوبیت؟ نه شهرت نه محبوبیت. اما یکش خوب باید انتخاب شوه. فکر نکنم انتخاب اگه چیم کنیم بازم قلبی اگه محبوبیت باشه. محبوبیت بیشتر. قلبا مردم دوست داشته باشه. و آخرین سوال از این بخش، تنهایی یا در جمع بودن؟ بعض وقت تنهایی، بعض وقت در جمع بودن. بسیار تشکر جناب داکتر سایر رمضان بشردوست. در پایان برنامه رسیدیم و بسیار خرسند شدیم که با ما بودین. واقعا از قصایتون لذت بردیم و مطمئن هستم بیننده ها هم لذت میبرن. در اخیر برنامه کمری ما در اختیار شماست، پیام دارین؟ اول اینکه یک دنیا سپاس که دعوت کردین. شما از یک استودیوی در یک منطقه دارلمان میتونین که صداره در تمام دنیا برسانین، پیام برسانین و امیدوار هستم که هموطنان عزیز ما هیچ وقت ناامید نشوند. تا زندگی از امید است و در اسلام ناامیدی خودش گناه است. من امیدوار هستم که ما از افغانهای شعاری به افغانهای شعوری تبدیل شویم، از مسلمانانی زبانی به مسلمانانی قلبی تبدیل شویم و از انسانهای سخنران به انسانهای عملگرا تبدیل شویم تا کشور ساخته شود. بسیار تشکر داکتر سایر رمضان بشردوست، نماینده پیشین مردم در پارلمان پیشین افغانستان، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. واقعا قصه‌های شیرینی داشتیم. ممنونتون که دعوت ما رو پذیرفتین. ممنون شما، افتخار بخشیدیم. در آرینا تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو، د دې هونه بنډار خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو پلوی بخون که خدای سپارم. د الله په امان.